همراه هستید. ما در چند نشست گذشته و تجربه هایی که پشت سر گذاشتیم در حوزه بحث مرگ و چیستی مرگ، چندین بار مذاکراتی رو با میهمانان مختلف که دعوت کردیم به استودیو داشتیم و روی کرده ما به این موضوعات خیلی مورد استقبال شما، در این حال طرح سوالات بسیار عدیده و کنجکاوی های بینندگان عزیزمون بود که ما رو بران داشت تا مبتنی بر برخی سوال ها و برخی از موضوعاتی که علاقمندی نشون دادید تا به سمت این موضوع و این سوژه ها جهت گیری کنیم. امشب هم این مسئله رو از دریچه و دیباچه دیگری مورد توجه قرار بدیم. ما بدنا داریم امشب مسئله مرگ رو از منظر ادیان مورد توجه قرار بدیم. قرائت های مختلف، نگاه های مختلف، گاهی اوقات افسانه هایی که در خصوص بحث مرگ در بین نهله های فکری ثبت شده و ما گاهی اوقات وقتی مطالعه میکنیم یک گسست بسیار جدی بین طیف های موضوعی که از مرگ ترسیمی دارن مواجه میشیم. بحث چیستی مرگ و نگاه ادیان موضوعی است که امشب با میهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مهراب صادق نیا عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ان شاء الله آغاز خواهیم کرد و امیدوارم شما هم بحث امشب رو بپسندید. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، همکاران محترمتون. امیدوارم که بحث ما اگرچه در باره مرگ هست و به ظاهر موضوع تلخی است، ولی برای بینندگان بحث مفیدی باشه. ان شاء الله. آقای دکتر، ما بحث مرگ رو معمولا رد پاش رو در بین موضوعات و نهله‌ها و نگرش‌ها و زائقه‌های دینی می‌بینیم. آیا همیشه اینطور بوده؟ یعنی یک نسبت تنگاتنگی بین دین و مرگ بوده یا خیر؟ ما وقتی که برخی از نگرش‌های ملل مختلف رو در طول تاریخ نگاه می‌کنیم، هر جا که رد پایی از دین هم نیست و نگرش‌های دینی، باز رشحاتی، نکاتی و دقت‌های در مورد موضوع مرگ رو به خاطر میاریم. عرض کنم که واقعیت هم اینه که مرگ و دین دو مفهوم کاملا به هم گره خورده و در هم تنیده شده هستند. بشر پیش از آن که به زنده بودن فکر کنه به مرگ فکر کرده. اینو تاریخ بشر و مطالعات انسان شناختی به ما نشون میدن. انسان ها پیش از آن که خونه بسازند که زنده ها کنار هم دیگه زندگی کنن، قبرستان رو اختراع کردن. یعنی قبرستان ها پیش از شهرها تولید شده، پدید اومده توسط انسان ها. نخستین کتابی که در تاریخ بشر نوشته شده کتابی است به نام اسطوره مردگان که به اصطلاح بومیان مصر این کتاب رو نوشتن. یعنی مرگ همیشه برای بشر سوژه بوده و همیشه با دین و دینداری پیوند داشته. حالا چرا این اتفاق افتاده رو عرض میکنم. واقعیت هم اینه که مرگ برای زندگی تهدیده، اما نه به این معنا که زندگی رو کات میکنه و قطع میکنه و انسان وارد مرحله‌ای میشه که اصطلاحاً بهش بگن مردگی یا نیستی، نه، بلکه مرگ معناداری زندگی رو تهدید میکنه. به این بیان که انسان میگه خب پس من برای چه دارم زندگی میکنم؟ برای چی اومدم 70 سال 80 سال رو این کره خاکی زندگی کردم و بعد مردم؟ این بودن من چه معنایی داشت؟ این مرگی که آخر میاد تمام معنای این زندگی رو از بین میبره و نابود میکنه. به قول تولستوی میگه که آیا در زندگی معنایی هست که به وسیله مرگ از بین نره؟ مرگ این هر چه معنا در زندگی هست، مرگ این معنا رو از بین میبره و معنا رو تهدید میکنه. دقیقا مثل سیل که نظم هستی رو تهدید میکنه، مثل وجود شر که نظم عالم هستی رو تهدید میکنه، مرگ هم معنای زندگی رو تهدید میکنه و زندگی رو با بی‌معنایی و با پوچی روبرو میکنه. چرا انقدر فاصله هست بین این گونه تعابیر با تعابیر اصیلی که ما از دین داریم؟ دین دقیقاً داره تعریف معکوس میده، میگه معنادار میکنه زندگی. کاملا همین رو دارم عرض میکنم دیگه. اینجاست که دین میاد و نقشی بازی میکنه که میگه مرگ نه تنها زندگی رو تهدید به بی‌معنایی نمیکنه، بلکه معنادارش میکنه. یعنی دقیقاً میخوام پیوند دین و مرگ رو از همین جا بگم آغاز میشه. از جایی که مرگ زندگی رو سوق میده به سمت بی‌معنایی و پوچی، در حالی که دین میاد و زندگی رو
مرگ رو معنا میده به سمت معنا بخشی، مرگ رو معنا میکنه به سمت معنا بخشی، میگه مرگ به زندگی شما معنا میده. و اینجاست که بین مرگ، زندگی و دین پیوند عمیقی اتفاق میفته. مرگ اگر دین نباشه تهدید کننده زندگی است، در حالی که وقتی پای دین میاد وسط، دین میاد میگه مرگ معنای زندگی شما رو تهدید نمیکنه، بلکه بی‌معنای زندگی وقتی است که شما مرگ رو انکار بکنید، حقیقت مرگ رو انکار بکنید. لذا همه ادیان در طول تاریخ سعی کردن در این باره حرف بزنن، درباره معنایی که مرگ به زندگی میده و رابطه بین مرگ و زندگی. اینجاست که دین و مرگ با هم دیگه پیوند عمیقی پیدا میکنن. وقت بین نگرش هایی که رنگ و بوی دینی داره، مثل نهله های مثلا برهمایی و یا افسانه ای ادیانی که خیلی جایگاه الهی ندارند، با اون ادیان و نگرش هایی که اتصال به مبنای وحی دارند، آیا این دو حوزه با هم تفاوت مبنای عمیق دارند؟ بله کاملا. ببینید دکتر، آنچه که بعد از مرگ اتفاق میفته ابر مجهول عالم هستی است. یعنی علم هر چند پیشرفت بکنه گویا نمیتونه به اون پاسخ بده که بعد از این حیات زمینی چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد از اینکه علائم حیاتی انسان قطع شد چه اتفاقی خواهد افتاد. اون خلأ رو با هیچ چیز نمیشه پر کرد. میخوام بگم که اگر کسی مثل کنت هم بیاندیشه که بگه دین در فاصله بین آگاهی و ناآگاهی رشد میکنه، یعنی جایی که دیگه علم جوابی نمیده اونجاست که دین میاد جواب میده، نمیتونه منکر این واقعیت بشه که دست کم دین در ساحتی از بودن انسان که اون زندگی واپسینش هست میاد و نقش اساسی خودش رو بازی میکنه. لذا ادیان میان به این سوال، این که بعد از مرگ، بعد از پایان این زندگی چه خواهد بود، به این جواب میدن. خب وقتی دین با وحی در ارتباط باشه، پاسخی که میده یک شکل قابل اعتنا، متکی به فطرت بشر. اما اگر دین اینجا آسمانی نباشه، خرافه ها جوانه میزنند. یعنی شما میبینید بیشتر خرافه ها، اسطوره ها که درباره مرگ هست، اینجا رشد کردن، به اصطلاح پدید اومدن. بیشتر اسطوره های بشر مربوط به همین مرگ. شما اسطوره گیلگمش رو ببینید که از قدیمی ترین و کهن ترین اسطوره های بابلی و ایرانیه، شما این رو ببینید، این و یا اون چشمه حیات رو، یا مثلا راز جاودانگی رو، یا مسئولیت این رو، اینها همه اسطوره هایی هستند که معطوف به این زندگی پس از مرگن. اما ادیان الهی مثل اسلام به این دلیل که با کانون وحی یا به بیان دیگه با اون علم ازلی خدا در ارتباطن، اینها قاعدتا پاسخ منطقی تر و سازگار با فطرتی میدن به این پرسش که بعد از زندگی چه خواهد بود، و جای دیگه برای رشد و نمو اون خرافه ها و اون اسطوره ها قاعدتا نیست. بسیار خوب، اجازه بدید که ما یک میان برنامه کوتاه رو به اتفاق ببینیم و برگردیم یک قدری در ارتباط با رابطه مرگ و زندگی هم صحبت بکنیم و آثار وضعی که این دو مؤلفه بر روی هم دارن. همراه باشید، خواهش می‌کنم.